و مورد آخرم هندل کردن تاچ هاست، که اینکه چجوری تشخیص بدیم که متن نمایش دادهمون توی ویومون چجوری کلیک شده و یا حالا چه بخشش کلیک شده. و اینجا که حالا کلیکبل اسپنکی گفتم که اونجا حالا کار نمیکنه، اینجا میتونیم مشکل رو رفع کنیم. توی متد آن تاچ ایونتمون وقتی که حالا کاربر روی اون ویو یا بخشی از اون ویو کلیک میکنه یا تاچ میکنه، ما میایم اون ایونتی که اتفاق افتاده رو اینجا دریافت میکنیم که حالا اکشن دانش موقعی که کاربر دستش روی صفحه نمایش میره و اکشن آپ همون بخشیه که حالا انگشتمون روی از روی صفحه برمیداریم. و اینجا متاسفانه اینقدر درشته که دیده نمیشه، ولی با همین روش هایی که داریم میتونیم مشخص بکنیم که مثلا اگر کاربر توی فاصله مثلا نیم ثانیه 500 میلی ثانیه اگر دو بار دستش روی صفحه خورد، اینکه لانگ پر بیشتر از الان مثلا این لانگ پرسه، دابل کلیکش هم پایین تر الان هندل کردیم، این کلیک دیلیش مثلا چون بیشتر از چیز بوده، کمتر از نیم ثانیه بوده، اینه که دستش رو هنوز همچنان نگه داشته روی صفحه و لانگ پرس اتفاق افتاده. دابل تپ هم دقیقا همین جوریه، وقتی که بعد از حالا تقریبا بزنیم دابل کلیکش رو چند ثانیه گذاشتم، بعد از حالا 200 میلی ثانیه اگر کاربر دو بار تپ کرد روی صفحه نمایش، یعنی که دو بار این متد آن تاچ ایونتمون با ایونت اکشن آپ اتفاق افتاده، یعنی که دو بار دابل تپ اتفاق افتاده. و اینجا حالا مثلا هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم و میتونیم اینجا هندل بکنیم. حالا ما یه متد توست گذاشتم که نمایش بده. و سینگل تپ هم که به همین صورت دیگه، اگر حالا یه حالا اشکالی که به وجود میاد، یعنی که دابل تپ و همون سینگل تپ اگه بخوایم جفتشون رو هندل بکنیم، یه دیلی باید بذاریم که به همون اندازه‌ای که برای دابل کلیکمون ساب میکنیم، یکم باید ساب بکنیم که اگر احیانا کاربر دومین بارم کلیک کرد، سینگل تپ رو انجام ندیم، که این یه تقریبا همون 200 میلی ثانیه باید ساب بکنیم که کاربر این تپ دومش رو انجام میده تو اون بازه زمانی یا نه. و مورد آخرم که بخوایم انجام بدیم، همون هندل کردن کلیک کردن روی بخشی از متن هستش. یعنی که اگر کاربر مثلا بخواد روی بخشی از متن یا همون مثلا همون هشتگایی که صحبت کردم راجبش رو بخواد کلیک بکنه و ما یه اکشن خاصی انجام بدیم، دقیقا همین کار رو با استفاده از اون تکس پینت بهمون میده هندل میکنیم. که من کدش رو پیدا بکنم اینجا، که اینکه اسکیل ها کلاس قبلی بود. توی آن تاچ ایونتمون اینجا اگر ایونتمون اکشن آف بود، یعنی که کاربر دستش رو از روی صفحه نمایش برداشت، ما میایم حالا با استفاده از این متدی که اینجا استفاده کردیم، اگر کامل جا بشه، ما میایم دقیقا اون محلی که کاربر تاچ کرده رو کوردینیتش رو نسبت به کل حالا ویو و صفحه دریافت میکنیم و چک میکنیم که تو اون ناحیه از صفحه چه متنی نمایش داده شده و اون ناحیه‌ای که کلیک شده چه متنی هست. و احیانا اگر مثلا کار خاصی می‌خوایم انجام بدیم، اون اکشن اتفاق بیفته. حالا اینجا با استفاده از همین استاتیک لایوت ما میایم عرض حالا متن نمایش داده رو، اون لاین ارزیش رو دریافت می‌کنیم و آفستش نسبت به سمت چپ متنمون، یعنی که اگر حالا مثلا وسط صفحه باشه، تقریبا مثلا میشه تقریبا وسط متن رو توی آفست بهمون میده، یعنی که یه آفست فور هورزونتال و اون ارتفاع لاینمون هم نسبت به بالای متنمون. و اینجا چک میکنیم که اگر این متنمون
که این تو این ناحیه قرار گرفته اینستنسی از همون کلیک اسپنمون هستش، یعنی که رون هشتگه کلیک شده در واقع. و اینجا حالا به جای مثلا متد توستمون حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، حالا میخواد توی اکتیویتی دیگه بره یا جای دیگه میخواد استفاده بکنید رو استفاده میکنیم. و همون تکستی که اینجا توی کلیک اسپنمون پاس داده بودیم و نگه داشته بودیم اینجا به دردمون میخوره، که مثلا امکانش هستش که با اون تکست هم حالا یه کاری انجام بدیم. پایین ترش هم بخواییم چیز بکنیم، و تقریبا دیگه فکر میکنم که دیگه موردی دیگه نمونده. و ببخشید اگه حالا جا نشد این متن کامل نمایش داده بشه این دقیق تر بررسی بکنیم. و اگه سوالی نیست که جا زوم این روی امولایتور یکم سخته بخوایم حالا نمایشش بدیم، ولی زوم این رو درست سر جا افتادیم، یک توی زوم اینو زوم اوت کردن. حالا من کاری که انجام داده بودم اینه که حالا اگر مثلا کاربر با دو تا انگشت زوم یا زوم اوت کرد همون متن رو حالا بیایم سایزش رو تغییر بدیم. که برای این کار از یه روش دیگه استفاده کردیم که از متد از کلاس کمکی اسکیل لیسنر استفاده کردم، که ما میایم اون جستری که اتفاق میفته اگر حالا نوع اسکیل باشه، اینجا توی متد آن اسکیلش اون اسکیل فاکتوری که اتفاق افتاد، یعنی اون میزان اسکیلی که اتفاق حالا مثلا اسکیل دام ممکنه باشه یا اسکیل آپ، اینجا میایم حالا یه ماکسی هم حالا در نظر گرفتیم براش که دیگه 10 برابر بزرگتر از اون متنی که هست نباشه، و اون درصد رو یه جوری ضرب در اون تکست سایز اولیش میکنم، که اینجا حالا تکست سایز اون فکر کنم 20 دی پی بود، اون ضریبی که حالا اسکیل شده رو ضرب در همون تکست سایز قبلی میکنیم و استاتیک لایتمون رو دوباره اینجا کال میکنیم توی کی تکست. فقط این نکته ای که هست اینه که قبلا گفتم که مثلا از اگر تکستمون تغییر کرد از داینامیک لایت استفاده کنیم. حالا چرا اینجا دوباره استاتیک لایت رو من دوباره نیو کردم؟ خاطر اینه که خود متنمون تغییر نکرده، در واقع اون پینت اون ویژگی های ظاهریش تغییر کرده، و دوباره بعد اینجا محاسبه بکنیم که این متنمون با این سایز جدیدش چجوری حالا مثلا با چند خطی بشه و لاین بریکینگش انجام بشه. و همین خاطر بعد یه بار دیگه حالا استاتیک لایت رو کال بکنیم، یه بار اینستنس بسازیم ازش که مشخص بشه که حالا چند خط قراره نمایش داده بشه. و بعد از این که این کار انجام شد یک بار دیگه ویومون رو اینوالیدیت بکنیم که اون فضایی که دوباره مثلا نیاز داره برای نمایش متن رو در اختیارش قرار بده. یکم حالا فرق میکرد نسبت به هندل کردن لان کلیک و دابل کلیک و باقی موارد. و حالا چیزای مختلفی هم هستش، حالا یکیش که حالا من استفاده کردم همین اسکیل جستر بود، که فکر میکنم حالا چند تا دیگه هم داره که خودتونم میتونید تست بکنید. اینجا اگه شد یکی حالا هر چقدر که این بزرگتر میشه این متنمونم تکستش تغییر میکنه. خب دیگه اگه سوالی هست که کلود ورد بهش میگم، یه ابری از کلمه هست کدیم که بیشتر تکرار شده بشه بزرگتره، هیچ ترتیب و خاصی هم نداره، همجور کنار هم چیده میشه، اونا چجوری میشه تغییر کرد؟ متوجه نشونه این محنه که حالت یه سری هست بهش میگن ابری کلمات، مثلا میگن توی جمله بیشتر کلمه که تکرار شده بزرگترش میکنه نشون میده. آه بله چیز خوب ویژگیش اینه که هیچ لاینی نداره، کلمه قاطی نوشته شده، یکی بزرگتره یکی کوچیکتره و هیچ لاین خاصی هم نداره. خب از همین اسکنایی که استفاده کردیم، خب ما حالا مثلا باید چک بکنیم که اون متنی که بیشتر از همه کلیک شده، یعنی که اول بیایم مثلا یه متن طولانی داریم که میخوام الان متنی که اون کلمه که حالا بیشتر تکرار شده رو بزرگتر نمایش بدیم. قسمت مهمش مثلا الاین بودنشه، مثلا الان همین اسپانی هم که نشون دادی همش توی خط بود متنی که نشون میدادی، درست
ولی خب خاصیت اون کلود وردا اینه که خط زمینه مثلا نداره، در هم نوشته شده یکی این وری شرخیده یکی اون وری شرخیده، ممکنه چون هم یک کلمه ای که بیشتر از همه تکرار شده باشه کنارش چهار تا کلمه تو همون لاین چیده شده باشه چون کوچیک‌تره. یا همچین چیزایی چجوری میشه طراحی کرد؟ باز هر کدومو جدا بریم پوزیشنش رو حساب کنیم کنار هم دیگه بذاریم. فکر می‌کنم حالا اگه مثلا بخواد در کنار هم دیگه بخواد استفاده بشه، این که حالا مثلا بخوایم چک بکنیم فکر کنم اونجوری راحت‌تر باشه که جدا جدا بخواد درو بشه، تا اینکه مثلا بیایم از حالا چیزایی که مثال زدیم اینا رو همه رو توی تکست بخوایم نمایش بدیم. ولی اونم میشه، اینکه فکر می‌کنم اسپنام بتونن هندل بکنن این موردو که مثلا یه متن حالا بزرگتر از بقیه نمایشه بشه، همین که مثلا اینکه مثال زدیم حالا همینجا اسکیل ایکسش هستش، حالا مثلا حالا اسکیل شده به دو برابر، عرض مثلا تکست رو دو برابر کرده. حالا چند تا از این اسپنا رو من اینجا مثالش رو بردم، خیلی بیشتر بود و فکر میکنم که حالا بشم با اسپنا کارهایی کردش که مثلا متن بزرگتر نمایش داده بشه، یا اینکه مثلا چند تا متن رو بیام توی خط زیر هم دیگه نمایش بدیم که حالا مثلا شبیهش رو بخوایم انجام بدیم. مثلا همین ساب اسکریپت اسپنا هستش که میاد حالا اون متنی که بهش دادیم رو بالاتر از اون خط مثلا بیسلاین متنمون نمایش میده، یا حالا سوپر اسکریپت که بالاتر ساب اسکریپت پایینه مثلا اون متن نمایش میده، پایین اون خط نمایش میده. که بخوایم ظاهرش هم ببینیم، که حالا مثلا این سوپر اسکریپتی که حالا میبینید که یکم بالاتر از اون متن نمایش داده شده، حالا اینا مشخص هست یا نه، و حالا این کلمه مثلا بلکه که پایین تر اومده، این ساب اسکریپت شده نسبت به اون خط اصلی متنمون. چون یکم حالات پیچیده تر میشه دیگه، یعنی که ممکنه که مثلا یه متن اینقدر بزرگ بشه که 4 تا مثلا متن زیر هم بتونه بغلش قرار بگیره. این داره توضیح که میشه کاستوم کامپوننت هست. مشابه همون میتونی به صورت رندوم رو کانواس هر چی میخوای بکشی. شادو اگر مثلا بخوایم حالت معمولی داشته باشه، همون تکست پینتمون این ویژگی رو داره که حالا مثلا بخوایم یه شادو لیری بهش اضافه بکنیم، اگه بشه اینجا رو کنیم. تکست پینت رو هم پیدا کنم، همینجا همین تکست پینت یه ست شادو لیر داره که حالا مثلا اون رادیوس رو نسبت به از مثلا از چه سمتی سایه داشته باشه و شادو کالرش حالا میدیم که چیزون برام رسم بکنه، سایهش رو برام رسم بکنه. من 5 باشه همون 1 و 1 باشه، شاید کالر اونم مثلا چی دارم می‌نویسم، رنگش هم مثلا گری باشه. حالا این تکست پینت میتونه اینو هندل بکنه و استفاده از همون بلور ماسک ها، ماسک فیلتر هم این کار میتونن انجام بدن. چون من نیوردم توی مثال ها ولی از طریق اونا هم میشه. دیگه سوالی نیست. این کلاس یه مثال
پانترا تو همین؟ توی کنواس چند تا از متدشو شما کار کردید اینجا. من سوالم اینه که مثلا اسست ها ما باید اینجا چیزی رو ریلیز کنیم یا مثلا لایف سایکل خاصی داره کنواس، چون شما سیو و ترنسلیت و بعد ریستور و بعد مثلا یه متد دیگه این ولیدیت. خب چرخ خیاطش، حالا مثلا اینجا که بخوام این یه تیکر رو بخوام توضیح بدم، اینجا حالا مثلا کنواس رو قبل از اینکه حالا بخوایم ترنسلیت بکنیم سیو کردیم، اینه که میخوایم اون مثلا نقطه شروع متنمون که مثلا میخواد نمایش داده بشه رو میخوایم اینجا ترنسلیت بکنیم، که بعد از اینکه حالا مثلا کنواس رو دادیم به استاتیک لایوت، دقیقاً از همون ناحیه که بهش دادیم اینجا متنمون رو درو بکنه. قبل از این کار اینو مثلا سیو میکنیم که استیت قبل از ترنسلیت کردنش رو داشته باشیم، که بعد از اینکه حالا این کار رو انجام بدیم و کارمون با کنواس تموم شد، بعدش اینو ریستور بکنیم به همون حالت قبلی که یه اتفاق افتاده. یعنی که مثلا ممکنه که چند بار بخوایم این کار رو انجام بدیم و اگر مثلا ریستورش نکنیم و مثلا به موقع سیوش نکنیم به هم میریزه و اون دقیقا اون ناحیه که بهش میدید که مثلا طول و عرض مثلا ایکس و ایگرگش مثلا چقدر باشه، ممکنه که مثلا شما بیاین مثلا ریستور اونجا ننویسی و یک بار دیگه اینو ترنسلیتش بکنی، مثلا این لفت مارجینش یعنی دو برابر میشه، یعنی دو بار مثلا میره سمت چپ. یعنی اگه مثلا اینو ننویسم و دوبار این کار انجام بشه، اگر مثلا من بعد از این درو کردنش دوباره اینو ترنسلیتش بکنم بگم که مثلا بیا سمت مثلا لفت مارجین، همون مقدار لفت مارجین از سمت چپ و تاپ مارجین از سمت بالا، که دوباره این کار انجام میشه و مثلا متنی که حالا مثلا میخوایم نمایش داده بشیم نمایش داده بدیم به مثلا کنواس، بازم پایین تر از اون جایی که بهش دادیم رسم میشه. و اون این ولیدیتی هم که گفتید، موقعی که حالا مثلا ما یه تغییری روی مثلا اون ویومون اعمال میکنیم و بدونی که حالا سایزش تغییر بکنه، این ولیدیت میاد دوباره متد آندرو کار میکنه که اون تغییرات روی اون ویو اعمال بشه، مگر اینکه حالا مثلا موقعی که یه تغییری اعمال میکنی و اون سایز ویومون هم باش تغییر میکنی، یعنی مثلا فرض کنید که یه تکسی داریم نمایش میدیم و اون تکس حالا مثلا طولانی تر میشه توی حالتی، ما میخوایم که اون ویو هم با اون یه جور رپ کانتنت بشه، یعنی همون رپ کانتنت مثلا تکس ویو بخوایم هندلش بکنیم، میام از ریکوست لایوت استفاده میکنیم که هم یه جوری هم این آندرو کال میکنه و اون تغییرات اعمال میکنه و اون آن سایزش هم یه جوری تغییر میده که مثلا این ارتفاعش یا کمتر شده یا حالا بیشتر شده. دیگه سوالی نیست؟ همون جور که مثلا اومدیم اسکیل رو هندل کردیم، اینجا اومدیم بعد از اینکه حالا مثلا متنمون رو تکستش رو تغییر دادیم، اومدیم یه بار این ولیدیت رو کار کردیم، ممکنه که حالا مثلا اون متن خب ارتفاعش تغییر میکنه دیگه، ممکنه کوچیکتر یا بزرگتر بشه، به خاطر همین این ولیدیت رو کار کردیم که بعد از این کار این متد آندرش دوباره کال بشه که اون متن رو دوباره رسم بکنه توی ویو. من آره ممکنه که مثلا بعضی موقع شما بخواید یه بخشی از اون ویو رو اینوالیدیت بکنید، یعنی مثلا همون پروگرس بار مثلا فرض کنید من یه پروگرس بار دارم مثلا وسط ویومه، میخوام اون یه تیکه خب بالاخره پروگرس بار میخواد تغییر بکنه دیگه، اینوالیدیت حالا مثلا شما میتونید یه رکتی هم بهش بدی که به اینکه اون ناحیه رو فقط برای من این ولیدیت بکن، یعنی که یکم حالا اپتیمایز تر نسبت به این ولیدیت، ولی این ولیدیت خالی اون کل ویو رو دوباره آندرو میکنه و ویژگی‌هاشو دوباره رسم میکنه، که حالا مثلا لازم پرفورمنسی بستگی داره که شما چیکار کرده باشی، یعنی که به خاطر همین میگن که
توی متد آن درا شما مثلا خیلی کارهای سنگینی رو مثلا دوباره کاری انجام ندید، به خاطر همینه. بعضی جا مثلا مثل همون مثالی که زدی پروگرسور، خب نیاز داره که مثلا توی یک ثانیه چندین بار بیاد اینوالیدیت بشه و این متد آن درا دوباره همجوری میخواد پشت سر هم کال بشه. خاطر همین بهتره که حالا مثلا این نیو کردن آبجکت ها اینا رو بیرون این آن درا بذاریم که این مشکل همون پرفورمنس اینا پیش نیاد، که هر چقدر حالا مثلا متد آن درا سبک‌تر باشه اونجا دیگه بیشتر خوش نشون میده دیگه. دیگه اگه سوالی هست چرا مثلا بیس کلاستون رو دور خود همون تکست ویو نذاشتید بعدا رفتارش رو عوض کنید به جایی که از ویو اکستند بشه و یادم از چیزایی که شاید خود تکست ویو داشت رو هم پیاده کردید؟ خب وقتی حالا مثلا ما میایم از مثلا کنواس استفاده میکنیم برای درو کردن تکست، خب معلومه تا حالا تا هر پروژه‌ای که میخوایم استفاده بکنیم فقط متن رو که نمایش نمیده، که وقتی مثلا ما میخوایم یه کاستوم ویو درست بکنیم ممکنه که حالا مثلا یه عکسی یا ویدیویی میخوایم توش نمایش بدیم، و حالا بهتره که حالا مثلا اون ویومون رو کلا از همون ویو اکستند بکنیم که بتونیم مثلا داخل همین ویو یه متنی هم یه عکسی هم حالا مثلا نمایش بدیم. حالا اینکه این مثلا میگید که چرا را تکست ویو استفاده نکردیم، تکست ویو یه مشکلی که داره اینه که مثلا یه سری از کارهایی که میتونیم پریلود انجام بدیم، یعنی قبل از اینکه حالا مثلا برسیم به اینکه بخوایم ویومون رو نمایش بدیم، مثلا همین که بخوایم این اسپنها رو روی متنمون اعمال بکنیم که حالا بخواد تغییرات مثلا ظاهریش تغییر بده یا اعمال بکنه، این لازم مثلا روش تکست ویو اینه که ما میایم کل مثلا کاراکترهای متنمون رو چک میکنیم، یعنی که یه مثلا یه حلقه یه لوپیه که میاد چک میکنه که اگر مثلا این متنمون مثلا یه کلمه خاصی داخلش بود، یه کاراکتر خاصی بود، بیا یه کار خاصی انجام بده، که این مثلا توی تکست ویو تو همون متد ست تکستش انجام میشه، یعنی که به معنی که شما ست تکست رو انجام میدی این میاد دقیقاً همون کارا رو یه بار دیگه انجام میده، که حالا مثلا ست تکست دیگه لحظه آخریه که شما میخواد ویوتون رو نمایش بدید، یعنی اگه مثلا توی ریسایکلر ویو این کارو انجام بدید معمولا ما تو همون متد آنبایندمون میایم مثلا تکستمون رو ست میکنیم روی تکست ویو، و دقیقاً تمام این کارهایی که مثلا میتونه پریلود انجام بشه توی ویو دقیقاً همون کارو دوباره میاد واسه هر آیتمش انجام میده. به خاطر همینه که مثلا شما اگر تست بکنید مثلا یه تکست ویو با چند تا مثلا اسپن توی ریسایکلر ویو انجام بدین نمایش بدین، قشنگ هر چقدر که اون اسپن ها تعدادش بیشتر باشه لگ مثلا ریسایکلر ویو هم بیشتر میشه. به خاطر همینه که این پریلود انجام نمیشه. ولی توی مثلا این روشی که حالا بررسی کردیم با هم دیگه، چون اینا رو قبل از اینکه حالا مثلا بخواد این ویومون حالا مثلا ریسایکلر بشه یا مثلا متد آندروش کال بشه، اینا رو قبلا انجام دادیم، یعنی تمام این محاسبات رو انجام دادیم و یک بار هم انجام میشه تمام اینا، و حالا هر چقدر مثلا متد آندرو کال بشه یا اینکه حالا مثلا هر چقدر که اون ویو مثلا توی لیست ریسایکلر بشه، این دیگه تمام اینا انجام شده، یعنی اصل ماجرا انجام شده، فقط اون متدش درو میشه و اون کار نهایی فقط یه جوری تکرار میشه. حالا ویژگی‌های دیگه مثلا منظورتون چی بود که؟ منظورم بود که اصلا نمیشد الان مثلا این تکست ویو رو چیز کنه اکستند کنه، ولی آنجراش باز دوباره اوورراید شده دیگه، یعنی درست گفتم که مثلا الان مثلا تکست ویو خودش الیپسایز رو هندل کرده خودش، چرا بیایم یه الیپسایز خودمون بنویسیم؟ الان مثلا مثالمون فقط تکست، الان مثلا واسه این تکست ها یا به نظرم مثلا میشه الیپسایز رو پیاده نکرد، خودش داشت دیگه یه تکست ویو، یعنی اینجا به جایی که ویو اکستنشن تکست ویو رو اکستند می‌کنیم همین کارو که کردیم رو می‌کنیم، یه اینیت داریم یه آندرای همون اوورراید می‌کنیم به کاری که نمی‌خوایم تکست ویو انجام بده انجام نده، ولی بقیه‌شو هندل کرده. خب الان مثلا شما وقتی مثلا اینو تکست ویو اکستند می‌کنی، خب متن رو چجوری مثلا می‌خواید توی آندروش نمایش بدی؟ خب تکست ویو با سه تکست تمام این کارا رو انجام بدی، درسته؟ مثلا می‌خواید تکستتو اعمال بکنی با سه تکس این کارو مثلا انجام میدی دیگه، دیگه تو متد آندروش که این کارو انجام نمیدی که، درسته؟ خب درسته، ولی مثلا خواهد شما مثلا بیای آندرو انجام بدی دیگه از متد مثلا سه تکسش یا سه تکس سایزش که دیگه استفاده نمی کنی، چون آندرو مثلا میدینه خب دیگه همون میشه دیگه.
شما مثلا میای کلاست از تکست ویو اکستند میکنی ولی از هیچ فیچرش استفاده نمیکنی. مثال زدم مثلا یکی از فیچرش الیپسایز. خب آره مثلا الیپسایز هم دقیقا همینه، یعنی مثلا اینجا هیچ وابستگی به چیز نداره، مثلا اینکه مثلا حتما باید توی کنواس استفاده بشه. حالا مثلا بیارم توضیح بدم، حالا اینجا دقیقا همون کار رو داریم میکنیم که تکست ویو انجام میده، یعنی ما خودمون یه تکست ویو ساختیم. حالا اگه خیلی تخصصی باشه شما میتونید همون تکست ویو اکستند کنید و استفاده کنید، یا حتی مثلا بخواین ادیت تکست بسازید از همون تکست ویو میشه اکستند کرد استفاده کرد، اون مشکلی نداره. از متداش هم میتونید استفاده کنید، هر کدوم رو خواستید اوورراید کنید اینی تو انجام بدید. ولی اینجا که حالا توضیح دادن یه چیز کلی توضیح دادن که تو هر کاستوم ویو قابل استفاده باشه. حالا اومدیم مثلا یه نمودار خواستیم رست کنیم، زیرش بخوایم یه تکست رو نمایش بدیم، دیگه بهتره توی نمودارمون اگه کامل با کانواس کار میکنیم چند تا ویو مختلف نذاریم. یه تفاوتی که این ویو الان با ویو تلگرام داشت، مثلا تلگرام چه کار میکنه؟ یه ریلیتیو لیاتو اکستند میکنه، تو خودش 3-4 تا مثلا ویو دیگه هم داره، یه تکست ویو داره، یه دونه مثلا ویو به عنوان اسپیس داره، یه ویو به عنوان مثلا لاین داره. ولی این کاری که اینجا کردیم اینه که فقط از یه کانواس استفاده کردیم. هر جایی که بخواین یه ویو کاستوم از صفر خودتون بزنید که حالا چیزهای مختلفی داشته باشه، میتونید از ویو اکستند کنید، هر متدی رو میخواین خودتون پیاده سازی کنید. هر وقتی که یه ویو بخواین که خیلی تخصصی کار خاص رو انجام بشه، بهتر از همون اکستند کنید. حالا ادیت تکست، ادیت تکست، تکست ویو مثلا تکستی، ولی فرق خاصی نداره. یعنی سورس کد تکست ویو هم نگاه کنید تقریبا همین کارا رو انجام داده. یعنی توی ویجت هامون مثلا باید از این استفاده کنیم یا همون تکست ویو رو میتونیم استفاده کنیم؟ چون میدونم یه همچین محدودیت هایی توی ویجت هایی که روی دسکتاپ روی صفحه میذارن هستش. خیلی فرق نداره دیگه، الان میگم به عنوان مثال شما دارید چی رو اکستند میکنید؟ ویو رو اکستند میکنید، یعنی هر کاری میتونید انجام بدید. میتونید لیات حتی بذاری واسه خود، یه دونه کاستوم لیات بسازی بگی آقا اینطوری میخوام، حتی اون موقع باید ویو گروپ رو اکستند کنید. ولی وقتی یه چیز تخصصی رو اکستند میکنی تو همون چارچوب مجبوری کار کنی. به عنوان مثال تو تکست ویو اضافه کنی، از تکست ویو اکستند کنی، زیرش دیگه نمیتونی یه بیت مپ نمایش بدی چون تکست ویو هستی. حالا میتونی از ریلیتیو اکستند کنی، یه تکست ویو توش بذاری، یه ایمیج ویو هم توش بذاری، دوباره یه تکست و یه عکس رو نشون بدی. ولی این مدل خامترین مدلشه که هر کاستومایزی میشه انجام داد. یه سوالی هم هست مربوط به خود کاستوم ویو، مربوط به اینم نبود بپرسید، اون دیگه بعیده جلسه راجع به کاستوم ویو به این زودی ها داشته باشید. موردی نبود دوستان؟ حسنا باشید.